به نام خداوند رنگین کمان. با عرض سلام خدمت شما مردم غیور ایران که در حال انقلاب هستید. من در این لحظه قسمت دوم مصاحبه‌ای که با آقای دکتر فرزام کمال‌آبادی داشتم، کارشناس اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بسیار صحبت‌های پربار و بسیار ارزنده‌ای رو فرمودند و در ویدیو اول خدمتون ارائه دادم، قسمت دومش رو در این لحظه خدمت شما ارائه میدم. امیدوارم که مفید فایده باشه و عزیزانمون در سراسر ایران و خارج از کشور بتونن از صحبت‌های ایشون استفاده لازم رو داشته باشند، چون این صحبت‌ها بسیار گوهربار هست و با ارزش. خیلی ممنون از توجه شما و انتشار این ویدیو و دنبال کردن ویدیوهای بعدی ما در آینده. حالا این تفکری هست، این تفکر چجوری اجرا بشه، مکانیزم و قالبی باید تولید بشه که این نوع تفکر رو در خودش جا بده و اجزا و احشا و جوارح و به قول معروف the organs of the body, the tissues of the body با یک توافقی با هم برسن. حتی اگر لازم باشه کنفرانس های مشورتی بگذارند همه گروه مختلف، و اول هم باید درخواست بشه که در اونجا هیچ توهین، هیچ توبیخ و هیچ نوع داد و بیداد نباید باشه. من اگر این فرهنگی که حتی الان در دموکراسی مثلا تایوان وجود نداره، همش گلاویز میشن با هم، اگر حتی توی انگلستان هم جا نداره، نگاه کنید در پارلمانشون دعوا و مرافع هست. ما اگر اینها رو یاد نگیریم، نه فقط ما که الان عقب افتادیم بلکه از همه جلو بیفتیم. نگاه کنید، باید بدونیم که هیچ سیستمی در دنیا الان صحیح نیست، سالم نیست، مناسب نیست. ما نه فقط دو بعدی باید از همدیگه یاد بگیریم، بلکه سه بعدی باید به یک جامعه پیشرفته آینده که هنوز وجود نداره بیندشیم و با قوه خلاقه اون رو بتونیم به قول معروف در رؤیت خودمون جا بدیم و بعد پیادش کنیم. این باعث میشه که اون عقب افتادگی 40 سال ما رو عقب انداخت، بتونیم به سرعت به قول معروف تکافی مافات انجام بدیم، تلافی مافات، و برعکس اتفاقا از همه کشورهای دیگه زودتر جلو بزنیم، یک نظامی تولید کنیم که همه حسرت بخورن که عجب چیزی شد، چه اتحادی تولید شد، چه ایرانی شد. همه نمیخوام بگیم فکرامون یکیه، ولی وحدت نظرمون یکیه. این تولیدش یک نوع ریاستی میخواد که همه افرادش توافقی به قول معروف از خودگذشتگی واقف بشن، ادعان کنن، بپذیرن در درونشون و هین نشون بدن، و نظامی که اگر غیر این بروز پیدا کنه از چشم اعتبار مردم بیفتن. من همیشه تعریف رئیس رو، ریاست رو این میکنم، ریاستی که بتونه سریعتر خودش رو جایگزین کنه. این چیه که رؤسا تمام عمر مادام العمر میمینن و باعث استبداد میشن. پس تو رئیس نبودی، تو به قول معروف لیدر نبودی، هدایت نکردی. لیدر یعنی هدایت کننده، نه رئیس. شما هدایت کننده ای باید باشه که کسی دیگر رو جایگزین خودت بکنی. دوما هر رئیسی که خشونت و عداوت رو جلو میبره، یعنی از همین الان نه تنها پیروز نیست بلکه شکست خورده و ورشکست شده. ما باید یک ایرانی فکر کنیم که نه فقط تلافی مافات میکنه، نه فقط این عقب افتادگیش رو به قول معروف سریع جلو میبره و حلش میکنه، بلکه از بقیه جلو میزنه. و اون حاصل نیست مگر با تفکر صحیح، مگر با دانش، بینش، اتحاد و آزادی، و طوری باشه که اصلا در آینده جای به قول معروف این که
دزدی اقتصادی، دزدی سیاسی، دزدی اینجا اصلا نتونه باشه. و بعدم شفافیت ها، مکانیزم های شفافیت ها، الحمدلله همه ابزار و اینا، بلاکچین و دیگه در آینده این بعد از بلاکچین HSTP یا هایپر اسپیس HSPT سوری هایپر HSTP هایپر اسپیس ترانزکشن اور ترانسفر پروتکل، یعنی و بعدش هم کوانتوم کامپیوتینگ و همه ابزاری که هست. خود همین الان آمریکا فدرال گورنمنتش ما داریم مشورت میدیم که چجوری این بلاکچین و اینی که دیسنترالیزیشن و انتی گورنمنت نه اینطور نباشه، یک تلفیقی باشه که هم دولت یک شاهراه درست کنه، هم به قول معروف حلقه های وصل ورودی خارجیش هم اینستیتوشنال باشن، مؤسسات باشن، هم افراد پرایوت خصوصی، خصوصی و عمومی و کشوری و دولتی و مؤسساتی همه با هم اونها هم ادغام بشن، تلفیق باشه. ما به جامعه تلفیقی احتیاج داریم که تنظیم این تلفیق با فکر برتر، بینش بالاتر و ایران ما آینده درخشان داره. آینده درخشانش هم اراده الهی است، اراده حضرت یزدان هست و هم به بلوغ جمعی متفکران ایران احتیاج داره. یعنی ما خادمین جامعه ایران باید باشیم و به بلوغ فکری، بینش و به پرش بینش برسیم. هر کسی که در عمق مطالب بره بعد هم به اوج هم میرسه. ما باید به عمق، قبلا میگفتن به عمق فاجعه بیندیش ببین چی هست، اون رو دیدیم، عمق فاجعه رو دیدیم 44 سال. حالا وقتی میخوام به اطلاع برسیم باید به اوج عزت و اطلاع ایران فکر بکنیم همگی. وقتی که رویمون به سمت بالا باشه، عالم انوار باشه، با هم دیگه در جنگ و جدل و تفرقه و منم منم و دیگران زیر پایشون خالی کردن اینها نخواهیم بود. هرچه که ما ایدئالمون هست دیگران هم همون ایدئالشان هست و هرچه که دیگران ایدئالشان هست آن هست که ما میخواهیم. بنابراین دیگران رو تشویق میکنیم، ترغیب میکنیم، کف میزنیم، دست میزنیم، ایول اگر تو بهتر از من میتونی این کار بکنی بفرما، این گوی و این میدان تمام ایران، این گوی و این میدان، اگر دیگری بهتر کار میکند او رو هم وارد بود و میدان کنیم و برعکس و همینطور. به قول معروف ایرانی باشد برای همگان. و به هر حال این سیستمی که بنده تو درست کردم، convert, merge, integrate, aggregate, monetize, wealth creation and after monetize, digitalize, multiply, create the wealth and distribute. اینها همه برنامه‌ای هست که بنده در تمام دنیا پیاده خواهم کرد. از چین شروع کردیم، چین یه مقدار برگشت داشته، افت داشته، رفتیم به آفریقا. کل آفریقا الان به هیجان آمد، به نهضت آمد. آفریقا در عرض مدت کمی به ثروت بیکران نایل خواهد شد و کشور جهان اول خواهد شد. حداقل 20 کشور آفریقا کشورهای جهان اول خواهند شد در طی همین 7-8 سال، زیر یک دهه. و همزمان با اون ایران رو باید بسازیم. ایران ما باید رشک جهان و جهانیان بشود و این بر نخواهد آمد مگر اینکه خلوص نیت داشته باشیم، مگر اینکه تواضع داشته باشیم، مگر اینکه به تشویق و ترغیب دیگران بپردازیم، مگر اینکه دیگران رو بر خود ترجیح بدیم، چه شخصی، چه گروهی، چه نظامی، چه سیستمی، چه تشکیلاتی، چه مؤسساتی، چه در ترکیب مشترک و متحد در کسرت نظام سیاسی کشور، مثل یک بدن، یک پارچه،
یک پارچه بودن یعنی همین. انشاءالله بلوغ رو داشته باشیم، مستلزم همین بلوغ، هم شاهزاده رضا بلوغ رو داشته باشه، هم اطرافیانشون به دنبال قدرت و تمرکزش نباشند، و هم این الکیام فقط سه گروه چپ و راست و وسط نباشد، بلکه متکثر باشد. بعد برنامه و یک کانالی باشد که تمام تفکرات همه اینها متأثر بیفتد. و این مکانیزم درست کردن، رئیس یعنی لیدر، یعنی هدایت کنن از آن کسی که است که بتواند همه اینها را تولید کند و خودش غایب در میان باشد، همگان حضور یابند و بعد خودش خود را از میان بردارد. بله، و این حالتی است که از اول تا آخر بدان مشغولیم و بدان اذعان میکنیم و معترفیم، سر تعظیم فرود میاریم بر هر کس ایرانی از هر صنفی از هر کجایی. اینکه خدا فقط دو کارخانه را ساخت، یک کارخونه که هر چی طلا و جواهر ورودیش بگذاری و بعد پروسه بشه در آخر آشغال میده بیرون. الان 44 سال چنین سیستمی رو داشتیم. یا برعکس، هر چی مواد اولیه بدی حتی پخته نباشن، در این مکانیزم در این پروسه همه تبدیل میشن به طلا و به کالای ناب اعلی. این است ایرانی که باید سیستمی تولید بشه که ایران رو زیر رو کنه، دگرگون کنه و جهان رو هدایت کنه. تازه ائتلاع ایران هم در هدایت عالمیان شکوفا و نمایان خواهد شد. و سلام نام تمام، سر تعظیم فرود میاریم بر تمام مردم خوشفکر، خوشقلب، خوشتمدن، خوشفرهنگ ایرانمان. خدا حافظ، در خدمت شما.